بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. در حضور عزیزان هستیم در ادامه مجالس سبعه مولانا. در بحث ما رسیدیم به مجلس پنجم و روایتی که مولانا بیان فرمود و در میانه آن هستیم، راجع به حبیب عجمی سخن گفت مولانا و قصه‌اش رو بیان کرد به شکل خلاصه. قصه حبیب عجمی بود که شخصی بود که رباخار بود، ربا میگیره. روزی به طلب ربا به خانه ای رفت. آن مرد در خانه نبود، زنش در آنجا بود. به او گفت که حق و قدم مرا بده. گفت شوهرم نیست. گفت حق و قدم بده. گفت یک گوسفند کشتیم، فقط گردنش باقی مانده، این را میتوانم. گفت باشه. آورد و داد. زنش گفت که هیزم نداریم، نان نداریم، برو اینها را هم تهیه کن. رفت آنها را هم تهیه کرد. وقتی که آمد، یک سائل آمد بردر و گفت که از آنچه بوی آن پیچیده بود، گفت از آنچه میخورید به من هم بدهید. گفت که اگر بدهیم تو توانگر نمیشویم، ولی ما فقیر خواهیم شد. بنابراین زنش که رفت بر سر دید که آن غذا را بیاورد، دید که غذا همش خون شده و خون سیاه در دیگ میجوشد. بسیار ترسید. حبیب وقتی این رو دید، فهمید که با رضایت نبوده، توبه کرد. رفت به مجلس حسن بصری و در آنجا هم توبه دیگری کرد و رفت یک صومعه‌ای برای خود ساخت در کنار رود فرات و در آنجا به عبادت مشغول می‌شد. تا اینکه البته بعد از توبه هم هرچی که آمدن و هرکس که آمد طلبهایش را داد تا کاملا مخلص شد، دیگه هیچ نداشت که بدهد. برای یک طلبکاری که ادعای طلبکاری میکرد چادر زنش را داد، برای دیگری پیراهنش را داد. دیگر مخلص کامل شده بود، هیچ نداشت، اما خود رو پاک کرده بود از مال حرام. بعدش در کنار فرات صومعه‌ای ساخت، در اونجا عبادت میکرد و گاه گاه به مجلس حسن بصری میرن. تا اینکه زن و بچهش از اون تقاضای نفقه کردن، گفتن ما غذا نداریم، هیچ نداریم. او هم هیچ جوابی نداشت. گفت که والا من کسی که برای میگفتن خب از صبح تا شب میروی چه کار میکنی؟ چه کاری داری؟ گفت من کار میکنم. در حالی که میرا فقط عبادت میکرد در آن جایی که خود ساخته. گفت من کار میکنم. گفت خب هر کسی کار میکنه به او مزد میدهن. این هم گفت که کسی که من برای او کار میکنم کریم است، از کرم او شرم دارم که چیزی بخواهم و میگوید هر 10 روز مزد میدهن. خب از آن رو گفت حالا 10 روز خلاصیم دیگه، زن و بچه از ما چیزی نمیخوان. بعد که 10 روز شد و در صومعه بود، یک دفعه به ذهنش آمد که خب اکنون که به خانه بروم چی ببرم، چه بگویم؟ گفتم بعد از 10 روز مزد خواهم گرفت، الان زن و بچه من منتظرم، چه کنم؟ طبق نظری که عطار دارد، عطار میگوید که در واقعی در یکی از بزرگان رو خدا در خوابش عنایت کرد و گفت که قصه رو گفت و گفت که این دوست ما، این حبیب ما، این محبوب ما، حبیب عجمی
اینچنین وعده داده به زن و بچه از وعده 10 روز بعد را داده است و اکنون 10 روز رسیده است و شما چنین کنون ایشان چند خربار آب چندین کیلو گوشت و با 300 دینار پول به در خانه حبیب فرستاد و یک جوان خوشرو هم رفت و اینها رو تحویل داد، گفت که خداوندگار می فرماید که اینها رو فعلا مصرف کنید و تا اینکه دوباره برسد و ما دوباره مزد را بدهیم، این مزد علی حساب است. حبیب هم که شب شد دیگر شب خیلی دیر کرد که بچه ها بخوابند و کسی به هر حال از او دوباره سوال نکنند. وقتی رفت زن و بچهش به استقبال آمدند و گفتن که برای که کار میکنی؟ کار کن که نیکو مهتریست، با لطف و شفقت خیلی مهربان است، امروز چندین و چندین چیز فرستاد. حبیب فکر اینها دارن مسخرش میکنن، میخواست که بگوید که والا من چنین بوده قصه رو بگه، دید که نه واقعا چنین قصه ای افتاده. گفت خب رفت، گفتن که آنقدر وسایل آوردن که خانه ما گنجایی او رو ندارد، باید یه خونه بزرگتر داشته باشیم که اگه تو همینطور کار کنی و او هم همینطور به تو مزد بدهد میبایست که خانه بزرگتری داشته باشیم. و حبیب میگوید 10 روز کار کردم، با من به این خوبی کرد، ببین اگر بیشتر کنم چه میکنم. دیگه کلن فارغ از دنیا شد و کلن همیشه در حال عبودیت. حتی قصه های زیبایی رو مطرح میکنند در خصوص ایشان. مثلا میگوید که این حبیب عجمی بوده یا ترک بوده است، عربی نمیدانسته است. یک روز که در صومعه داشت نماز میخوان، این حسن بصری شیخ بزرگ شیخ الاسلام آن زمان، بسیار آدم بزرگی است حسن بصری، روایت های فراوان از اهل روایت است و روایت های فراوان از او در فقه، در کلام و در عرفان مطرح شده است. او رسید پشت سرش، خواست که قامت ببندد، خواست که از او به او اقتدا کند. این الحمدلله رو الحمد خواند، ها رو به جای اینکه آهای قدی بخواند آهای حبز خواند. بعد حبیب گفت نه نمیشه، این همسورش صحیح نیست، از آن جهت من حسن بصری اصلا گفت که همسایه صحیح نیست، خودش نمازش رو خوند. بعد شب در خواب دید که ولی از اولیاء الهی آمده، گفت که چه کردی؟ گفت من چه کنم؟ راه سعادت ببینم بازه برد. آن شخص گفت که راه سعادت بر تو باز شده بود و تو بستی. گفت چه بود؟ گفت میبایستی که پشت سر حبیب نماز میخوندی، آن راه سعادت تو بود، وگرنه شما به فکر آن تجوید آن بودی که این ها را های حبتی میخواند یا های حبز میخواند، در حالی که ما نماز او را پذیرفته بودیم و اینها نیازی نبود. روزی دیگر این حسن آمده بود به خانه اینها، 2 قرص نان جو داشت و اینها را گذاشت جلوی حسن با یه نودان نمک که بخورد. حسن شروع کرد که بخورد، یک دفعه سائلی در رو زد و وقتی در رو رفت حبیب در رو باز کرد، این سائل است. آمد از جلوی مهمان هر دوتا قرص رو، قرص نان رو، نان جو رو برداشت داد به سائل. حسن ناراحت شد، گفت اصلا علم نداری، اگر کمی علم داشتی چنین نمی کرد، یکی را میدادیم به او، یکی را هم برای مهمان نگه میداشتی، هر دوتاشو دادی به صاحب، خب یکیشو نگه میداشتی برای من داشتم میخوردم و یکیش هم میدادی به صاحب. حبیب هیچ نگفت تا اینکه بعد از مدتی یک کسی آمد، یک
مرغ بریانی، یک بره بریان و نان بسیار نیکو و چیره با 500 دینار هم پول آورد. 500 دینار رو به درویشان داد، به فقیران داد و این رو هم آورد. گفته او گفته بود که اگر یه ذره علم داشتی چون این نمی کردی. و طبیب گفت که اگر یه ذره یقین داشتی تو چنین نمی کردی. یقین داشته باش تا اینکه بدان که وقتی که خدا چیز را از تو میگیرد بهتر از آن را به تو خواهد داد. و مشهور است که حبیب داشت میرفت، دید که حسن میخواهد تو بصره بود دیگه، از این طرف رودخانه برود به آن طرف رودخانه، منتظر کشتی است. خیلی ناراحت بود که قرار دارم آن طرف، قول دادم کشتی هم اینجا نیست که من سوارش بشم و برم. حبیب گفت که دلت را صاف کن، پای در آب بنه و برو. گفت یعنی چی؟ گفت یک سبحان الله بگو. این حبیب یک سبحان الله گفت و پای در آب گذاشت و از آب رد شد آن طرف. حسن بسیار، حسن بصری بسیار ناراحت شد، بر سرش می‌زد که این شاگرد من است، بی سواد از هیچ نمیداند، اما آمده و راه ها رو بر من سپری کرد. وقتی که حبیب همه چیزش را داده بود و هیچ چیزی نداشت، یک پوستین داشته، یک لباس چرمی بوده که هم تابستان و هم زمستان اون رو میپوشید. یک روز این رو شسته بود، گذاشته بود بیرون که تو خونش آفتاب نبود، گذاشته بود یکم بیرون که آفتاب بود. حبیب داشت میرفت، حسن داشت میرفت، دید که پوستینی افتاد آنجا، ممکنه دوز بیاد ببرد. بعد فهمید که رو میشناه، گفت مال حبیبه. نشست اونجا و مراقبت میکرد که او بیاد. بعد مدتی که حبیب آمد، گفت تو به چه امیدی این رو گذاشتی میان راه مردم که بیان دزدا ببرن؟ گفت به توکل همان شخص که تو را دو ساعت در اینجا گمارده، دو ساعت در اینجا انسان بزرگی مثل تو رو آورده کشانده اینجا و دو ساعت در اینجا نگهبان گذاشته برای این پوستی. این خدایی که من میشناسنم چون این خدایی است. قصه های فراوانی در این خصوص گفتن، از جمله قصه هایی که میگفتن که واقعا هرچی میگفتن باور میکرد. این شنیده بود که النجات و فصدق، حبیب شنیده بود که النجات و فصدق، نجات در صدق و راستی و درستی است. از حضرت رسول است که النجات و فصدق، اگر میخواهید نجات پیدا کنید راستش را بگوید. در آن زمان آن خونریز بزرگی که بود و همه رو میکشت و میبرد، آن حاکم جائر آمد دنبال حسن میگشتن، دنبال حسن بصری میگشتن. به حسن حبیب هم آنجا نشسته بود. حسن که دید رفت داخل خانه پنهان شد. آنها آمدن گفتن که حجاج ابن یوسف ثقفی، یاران حجاج ابن یوسف آمدن و گفتن که حسن کجاست. این هم چون این توانست درو بگه گفت همان خانه هست، همان جاست. بعد اینها رفتن و خود حسن میگوید که آمدن هفت بار، طبق نوشته عطار، هفت بار دست بر من گذاشتن ولی مرا نیافتن. هفت بار رفتن، هی اومدن گفتن اونجا نیست، گفت اونجاست. هفت بار رفتن و نهایتا حسن رو پیدا نکردن. بعد که آمد بیرون گفت چطور دوستی هستی که هفت بار من رو نشان دادی به این سربازان حجاج ابن یوسف، آن خونریز که می آمد شیعه ها رو خصوصا می کشت و صدها هزار شیعه رو کشته، حجاج ابن یوسف که در تاریخ جریانش رو می دانم. گفت من شنیدم پیغمبر فرمود از نجات و صدق. اینها به هر حال می آمدن می یافتن، ولی خدا به تو لطف کرد و تو رو از چشم اینها مخفی داشت.
سخنان و حکایات فراوانی وجود دارد در مورد علی العجمی و بسیار جالب است. میگن هر کسی در نزد او قرآن میخواند زار زار به شدید گریه میکرد. گفتن تو که عجم هستی، تو که ترک هستی، تو که نمیدونی که قرآن چیست، قرآن عربیه. گفت ظاهرم ترکه ولی باطنم عربیست، دلم عربیست ولی زبانم ترکیست. از این جهت که مهم نیست اون حالی که ممکن است در قرآن باشد، اون حال رو و اون ارتباط رو درک میکرد. و با اینکه تا آخر عمرش به خاطر زبانش نتوانست یاد بگیرد قرآن رو که از بهش بخواند، ولی وقتی میخواندن میرفت مینشست جاهایی که قرآن میخواندن و میگریز شدیدن و میگفت که این کلام عجب کلام نیست، عجب سخنان زیبایی دارد و سخنان نحسیست. حال اینجا مولانا به اعتبار این قصه حبیب عجمی رو فرمود. خب در ادامه میگرد این نفس، خب قصه حبیب عجمی رو گفت که این مزد تو نبود. وقتی که حبیب عجمی میرفت در اونجا و بودیت میکرد، میگفت این مزد تو نبود، مزد تو خیلی بیشتر از اینها بود. ما فقط آمدیم استخوانی پیش سگ نفس اهل تو انداختیم تا اینکه تو را مشغول نکنند، تا اینکه تو را از عبادت ما و از عبودیت ما باز ندارند، اگر نه مزد تو با این چند خروار آرد و نان و نمیدانم با چند گوسفند و اینها جبران شدنی نیست. بنابراین می‌فرماید که نگران روزی نباشید. یکی از مشکلات مهمی که عرفا داشتن همین بود. یعنی کسانی بودن که اصلا ازدواج نمی‌کردن و خودشان در حال خودشان بودن. اما عده‌ای که ازدواج می‌کردن، خب می‌دانید که بر اساس شرع و قانون و همه چیز نفقه بر عهده مرد است و نفقه بر عهده زوج است. زوج باید نفقه بدهد. نفقه هم خوراک است و پوشاک است و مسکن مناسب است و اساس و بیت و لوازم خانگی مناسب است، هر کس در شأن خودش. خب این عرفا چه کنن؟ اگر بخواهند برون دنبال به دست آوردن پول که برای زن و بچه‌شان چیزی را تهیه کنن، پس عبودیت خدا چه می‌شود؟ پس کی بیاین و به خودشان برسن؟ کی عبادت کنن؟ ممکن نخواهند. اگر آنجا هم نروند، اگر به اهل بیتشان هم چیزی ندهند، آن هم که اتفاقی نمی‌افتد و کل علی الناس میشن و مردم دیگر مجبورند اینها رو به هر حال حمایت کنند. پس چه کنند؟ منظور این است که این مشکل همیشه بوده است و تا آخر هم خواهد بود. اما خوشا به حال کسی که بتواند اهل و عیالی قانع داشته باشد که قناعت کنن، این طبق فرمایش از رسول 8 ساعت کار کنن، 8 ساعت با خانوادهش باشد و 8 ساعت مختص خودش باشد، 8 ساعت برای خواب و اینها و 8 ساعت کامل آنچه که پیغمبر فرمود برای خودش باشد. انسان باید طبق آنچه که رسول فرمود 8 ساعت باید برای خودش وقت بذاره در روز. 8 ساعتش رو کار کنند، 8 ساعت بخوابد و استراحت کنند و در خدمت خانواده باشد، 8 ساعت بقیه رو در عبودیت و عبادت به سر ببرند. خب خیلی ها اکنون با وضعیت مشقتباری که اکنون برخی دارن واقعا ممکن نیست و مجبورن 16 ساعت 15 ساعت کار کنند، بعد هم که خسته هستن و تا آخر هم هیچ وقت به حال دل خود نمیتوانن رسیده، هیچ وقت با خود خلوت ندارن. این از بدبختی های عظیم روزگار ماست که کسی نمیتواند آن حالات رو داشته باشد و آن درجات عرفانی عظیم رو بپیمند. اما اگر کسی واقعا این امکان برایش بود، بسیار مغتنم است که این وقت رو غنیمت بشماره و از آن نهایت استفاده رو ببره.
خب در ادامه بحث می کنه، ای نفس، بدتر از آن گاوی که در اخبار آورده اند که در ساحلی از ساحلها حق تعالی گاوی آفریده است. خب اینجا یک قصه ای رو میگه، قصه یک گاوی رو مطرح میکنه که در دفتر پنجم مثنوی از گویا در آنجا همین رو نقل کرده است. در ساحلی از ساحلها، در یک جایی از این کره زمین یک گاوی بود، حق تعالی گاوی آفریده است، اکنون هم هست، از مدت 6000 سال پیش. خدا 6000 سال قبل یک گاوی را آفریده است. چه می کند این گاو؟ هر روزی که بدمد، روز که آفتاب طلوع کند هر روز، آن گاو از خواب بیدار شد. صحرای آن ساحل را که چشم به کنار آن نرسد، یعنی دیگه کناره نداره، هر قدر که نگاه می کنی آن صحرا پر از علوفه خوشمزه و غذای عالی برای گاو است. صحرای آن ساحل را که چشم به کنار آن نرسد، سبز و پرگیاه بینه، چندان بلند آن گیاه که گاو در او گم شود. خب بزنید تا نیاد که این کافی نباشد برایش، چندان این علف زیاده که گاو با آن جستش عظمتش در میان این علف هایی که باید بخورد گم می شود، یعنی هر چقدر که می خواهد می خواهد. و آن گاو تنها، حالا 10 تا گاو دیگه، 100 تا گاو دیگه نیست که بگه اینا میان اینا رو می خورن، برای من باقی نمی مانن، من گرسنه نمی مانن. او را مزاحمی نی، مزاحمی نداره، در افتد و آن گیاه ها را همه بخورد. از صبح شروع میکند تا شب همه آن گیاه هایی که تا چشم کار میکند هست و خود گاو هم در آن گم میشد همه شو میخورد. جوع البقر از این رو نام نهاده اند طبیبان رنجوری را. این رنجوری که انسان هر چقدر بخورد سیر نمیشود، هر دستن هر چقدر بخورن سیر نمیشود، حالا به واسطه های مسائل پزشکی و هر چی که بوده است. از این جوع البقر میگویند. جوع البقر یعنی گرسنگی بقر، گرسنگی گاو. گاو هر چقدر که بهش بدی این رو میخوره. چون شب شود آن همه گیاه ها را خورده باشد، آن گاو و فربه شده. همه گیاهانی که بوده میخورد این گاو و فربه شده، دیگه هیچ جای دیگری نداره. چنان که افزون از صفت، دیگر بالای فراتر از صفت این فربه شده، چاق شده. بعد از آن نماز شام نظر کند در آن همه صحرا، یک بند گیاه نبیند. خب بعد از اینکه نماز شام یعنی شب که شد، نزد شب است و وقت نماز شام است، آنجا نگاه میکنه میبیند همش خورده دیگه خالیه. میگه پس فردا چه کنم؟ فردا امروز این همه خوردم خیلی خوب بود، فردا چه کنم؟ فردا چه میخورم؟ بعد از آن نماز شام نظر کند در آن همه صحرا، یک بند گیاه نبیند. آنگاه با خود گوید امروز چندین گیاه ببایست تا سیر شدم. این همه من گیاه خوردم سیر شدم، شکم پر کردم، آه فردا چه خورم؟ چندان آه کند و غم فردا بخورد که همچنان لاغر شود که بود. تا وقتی صبح میشه آن فربهی میره و لاغر و لاغر میشه از فکر این که از استرس این که فردا چه خواهم شد، من چه خواهم. فردا بخورد که همچنان لاغر شود که بود و هیچ در یادش نیاید که بارها من چون این غم خورده ام. به هرزه بیهوده من بارها این غم را بود. 6000 سال است هر روز صبح تا شب میرود میچرد، سیر میشود، فربه میشود، چاق میشود. از غم اینکه فردا اگر یک دفعه این 6000 سال بوده، فردا اگر نباشد من چه کنم؟ لاغر می شود، فردا باز می رود، می بینه که دوباره هست، دوباره همه چیز هست.
دوباره میخورد، بعد شب دوباره یادش میدادند و صبح دوباره میدند همان سرسبزی، همان صحرا پرد. قصه دقیق ما هست. تا حالا ما چقدر گرسنه مانده ایم؟ تا حالا چه کسی گرسنه مانده است؟ اما این بشر واقعا یقین نداره. همیشه غم فردا، غم غذای فردا، غم روزی فردا. فردا اگر نباشد چه کنم؟ اون گاو از نمیفهمد، من چرا نمیفهمم؟ هیچ در یادش نیاید که بارها من چون این غم خورده ام به هرزه و حق تعالی به خلاف گمان من، من گمان بد میبرم به خداوند. میگم امروز داد فردا نخواهد داد، او رزاق از او خواهد داد، گمان بد به خدا نبرید. به خلاف گمان من صحرا را پرگیاه سبز و تر و تازه گردان چندین سال است. چقدر زیبان برد. چندین سال است، 6000 سال است و هنوز هم همون گاو در آن جزیره هست و هر روز میخورد و هر روز غم فردا رو دارد. پاک آن قادری که رایت نصرت بر اولیای خود آشکار رو کرد. رایت یعنی پرچم نصرت و پیروزی و یاری، یعنی خداوند بر اولیای خود کمک می کنند. و آن قهاری که بر اعدای خود آیت حجت پیدا کرد، بر دشمنان خود نشانه حجت و برهان و دلیل آورد بر دشمنان، و بر اولیای خود رایت و پرچم نصرت و یاری را برافراشت. و آن کریمی که دوستان خود را خلعت سیادت و سعادت پوشانید. پادشاهان معمولاً یک لباسایی داشتن به نام خلعت، عباهایی بود میدادن، به اینا میگفتن خلعت و رویشان چیزهایی نوشته میشد و خلعت پادشاهان، خلعت خلفا بسیار ارزشمند بوده است. خلعت سیادت آقایی و خلعت سعادت و خوشبختی پوشانید. و آن عادلی که بر دشمنان خود بارانخاری و نگونساری بارانخاری و نگونساری باران، بر دشمنان خود باران میبارد اما باران خاری و ذلت و نگونساری و پایین آمدن. وحی فرستاد بر آن نبی با خبر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم: ای محمد، مرا که آفریدگارم، در عالم غیب در هر کنجی 100000 گنج است که خاطر هر ناگنجی بدان نرسد. در عالم غیب در هر کنج، در هر کنج یعنی گوشه، در هر کنجی، در هر گوشه 100000 گنج است. بی نهایت گوشه است، در هر گوشه 100000 گنج عظیم هست که خاطر هر ناگنجی بدان نرسد. خاطر هر ناگنج یعنی کسی که گنجایش ندارد، گنجیدگی ندارد، یعنی ظرفش بزرگ نیست، آدم کوته بین نیست، مانند آن گاو که 6000 سال است خدا رو باور نکرد. حجاب دیده نامحرمان زیادت باد. آن نامحرمان حجاب دیده‌شون باید، آنهایی که نامحرمند و نمیتوانند جلوه حضرت معشوق رو، جمال جمیل حضرت معشوق را ببینند. قرار نیست هر کسی جمال معشوق را ببیند، قرار نیست هر کسی بفهمد این مسائل. اکثرهم کالانعام بلهم اضل سبیلا، اکثریت بشر مانند چهارپایانند، بل هم ازل و سبیلا، بلکه آنان گمراه ترند، راه را گم کردند. برخلاف آن که مد شده از الان هم میگن انسان اشرف مخلوقات است. در دیدگاه قرآن اگر قرآنی بیندیشیم، قرآن میفهم اکثر هم لا یعقلون،
اکثر هم باید، اکثر مردم نمیفهمن، اکثر مردم نفهمن، جاهلن، اکثر مردم جاهلن، نادانند، لا یعقلون، لا یدرکون، درک ندارن، نمیفهمن، اکثریت مردم چنینن. از این 7 میلیارد، 8 میلیارد انسان که هست در جهان، اکثریتشون جاهلن، نادانند. از این 80 میلیون ایرانی، اکثریت قریب به اتفاقشان نادانن، جاهلن، عقل ندارن، احمقن، تعارف نداریم با کسی. حجاب دیده نامحرمان زیادت باد، آن را که خواهیم برگزینیم، و خانه سینه وی را مفتاح خزائن غیب گردان. یک عده هستن که آنها را هم ما برمیگزینیم، مجتبا هستن، مصطفی هستن، ما اینها را برگزینیم و سینه ایشان را مفتاح و کلید خزانه های غیب میکنیم. اینها میتوانند ایران خزانه های غیب الهی را باز کنن و انوار بیشمار بر وی نثار کنن و مدد لطایف بی عدد بر وی ایثار کنیم. مدد و یاری لطیفه هایی که متعدد است، اصلا در عدد نمی آید، در شمارش نمی آید، بر وی ایثار کنیم، ببخشیم بر او و تقوا را دثار وی گردانیم. دثار لباسی است که از رو می پوشند و همه لباس‌های دیگر رو می‌پوشانند. معمولاً اگر دثار انسان خوب باشد، لباس روپوشی که می‌پوشد خوب باشد، بقیه بدی‌هایش دیده نمی‌شود. تقوا را دثار می‌گردانی. اینها دقیقاً مطالبی است از یکی از خطبه‌های حضرت امیرالمومنین در نشر داده. و دثاره تقوا، این یادمه، دثاره تقوا، یعنی دثار آنها تقوا هست، این همان کلام را بود. تا کلام نامخلوق از وی خبر میدهد. کلام نامخلوق چیه؟ کسی که مخلوق نیست، خدا خالق دیگه که نامخلوق است. تا کلام الهی، تا کلام خالق از وی خبر میدهد. هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. این کتاب ریبی و شکی در آن نیست. هدل للمتقین، هدایت است برای متقین. الذین، این متقین کیا هستند که دثارشان تقواست، روپوششان تقواست، شنلشان و آن خرقهشان و خلعتشان تقوا هست. الذین یؤمنون بالغیب، آنان که به غیب ایمان میآورند. غیب یعنی چه؟ آنچه را که انسان درک نکند، ادراک نکند، آن غیب است. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و هم بالآخرتی یوقنون، و آنان نماز برپای می دارند و ایشان به آخرت یقین دارند. دست ایشان به گنج نعمت غیب رسد، به گنج نعمت غیب می رسد. در بحر آلا و نعما غریق شوند، در بحر، در دریای آلا نشانه ها و نعما و نعمت ها غرق می شوند. غریق یعنی مغروق، یعنی غرق شد. در سراپرده قدم، قدم بر بساط فضل نهند. در سراپرده قدم، قدم همان در برابر حدوث است، حدوث و قدم. قدم یعنی قدیم، قدیمی که ازلی است، و حادث آن است که ازلی نیست و بعداً آمده است. دو اصطلاح فلسفه و کلام و عرفان اسلامی. قدیم یعنی آنچه که ازلی است، زمانی نبوده است که نباشد، وجود او
ازلی است، از اول بوده است و زمانی برای عدم نداشته است که به آن میگن واجب الوجود. یکی هم حادث است که بعداً به وجود آمده است. ما همه حادث هستیم، ما همه بعداً حدوث یافته ایم، قبلاً که نبودیم، بعداً به وجود آمده ایم. بنابراین حدوث و قدم، حادث و قدیم. حادث ماسبت الله هستند و قدیم فقط خداوند است. به قدیم ازلی و ابدی میگویند واجب الوجود، یعنی وجودش واجب است، حتما باید باشد، نمیتواند روزی نباشد. و برای دیگران گفتن ممکن الوجود، برای حادث ها، محدث ها که بعداً به وجود آمدن میگه ممکن الوجود، یعنی امکان وجودی دارد، امکان دارد نباشد، امکان دارد باشد، بهش میگه ممکن الوجود. دیگر هم ممتنع الوجود است که اصلا وجودش ممتنع است، اصلا محال وجودی دارد، چون این چیزی محال است که باشد. معنی شریک الباری، یعنی شریک خداوند، خداوند که شریکی ندارد، بنابراین ممتنع الوجود است. پس وجود رو به سه قسم تقسیم کردن: واجب الوجود، ممکن الوجود و ممتنع الوجود. واجب الوجود خداوند است که وجودش واجب است و حتما هست، قدیم است و ازلی است. ممکن الوجود ما سوى الله است، هر چه غیر از خدا ممکن الوجود است، ممکن است باشد، ممکن است نباشد، امکان وجودی دارد، امکان دارد وجود بیابد یا امکان دارد وجود نیابد. و دیگر ممتنع الوجود است که اصلا امتناع وجودی دارد. البته در بحث عرفان و در بحث نظریه تجلی ممکن وجود اصلا وجود ندارد، هرچه وجود دارد فقط خداونده، بقیه فقط سایه های آن حقیقت کلی هستند، همه حادث های آن قدیم هستند. عرف متکلم و فلاسفه میگویند خدا وجود دارد، انسان وجود دارد، خدا وجود دارد، حیوان وجود دارد، خدا وجود دارد، سنگ وجود دارد. عرف ها میگن این شرک است. شما بگویید هم خدا وجود دارد هم انسان وجود دارد، این شرک است. برای وجود شما شریک قائل شدید، وحدت وجود است، یک وجود است. اینها وجود نیستن، اینها تلألو و شعاها و ذره های آن وجود حقیقی هستن، اینها تجلیات، اینها مجلا هستن، متجلیات حضرت حق هستن، ولی وجودی ندارن. وجود واحد است، یک وجود است، آن هم وجود خداوند است. بقیه سایه های آن وجود هستن، بقیه ظهورات و تجلیات آن وجود ازلی و ابدی هستن. وحدت وجود یعنی فقط خدا وجود دارد، بقیه هیچ وجودی ندارد. و فلاسفه و متکلمین در اینجا به خطا رفتن از گاه عرفا که گفتن این هم وجود دارد، آن هم وجود دارد. ما وقتی میگوییم خدا تجلی کرده، میگن خب خدا در قازورات تجلی کرده، نعوذ بالله مثلا خدا در سوسک هم تجلی کرده، مثلا یعنی سوسک همان خداست. خب نظریه فلاسفه و نظریه متکلمان چیست؟ اونها میگن خالق دیگه. خب ما میگوییم آیا این سوسک خالقش خداست یا کس دیگر است؟ اگر میگوییم کس دیگری است که هیچ دیگر بحثی نداریم، آنها دیگر کافر شدن، تمام است کارش. اگر بگویند خالق این سوسک که به نظر ما مثلا خیلی بده دیگه، مثلا خود اشم اعزاز آور، خالق این سوس خداست، بگیم از خود، از خالقیت خدا در این وجود دارد، از صفت الهی در این سوس خالقیت وجود دارد دیگه، خلق الهیه دیگه. شما چطور میگید خدا با آن عظمتش خالق این سوس کست و از سوس بودن، از خلق الهی و از خالقیت او و از صفات او در این وجود داره؟ هر چه
که جواب بدهید ما به نظر تجلی همان جواب رو خواهیم داد. تجلی مراتب دارد. یک تجلی اعلای الهی می شود حضرت رسول صلوات الله سلام علیه، حضرات ائمه معصومین، آن تجلیات اعلا و تجلیات ازهر و مظاهر عظیم لاهوتیه الهیه هستند. کم کم این تجلیات مانند خلق الهی کم کم متنزل می شود، آنقدر تنزل پیدا می کند تا می رسد به چیزهایی که ما اینها رو پس می دانیم. اما در حقیقت نباید اینها رو پس بدانیم. اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ اَنْ يَذْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا. یکی ابتدا آمدن گفتن که بله خدای شما این پشه ها هم خدا تو آفریده، حالا بگید مثلا این خورشید را خدا آفریده، یه جوری میپذیر این پشه را هم خدا آفریده. خدا میفرمه ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه، مثلا ما بعوضه، مثلا یک پشه را هم خدا حیا نمی کند بزنه. چش داره؟ بله من آفریدم. ببین چه دقتی در اون کردن. علم جدید چه چیزهای عظیمی در این پشه پیدا کرده است. در ذره ذره وجود او چه عظمت‌هایی نهفته است. مگر بشه این هلیکوپتر رو از این سنجابت‌ها یاد نگرفت. در خلقت سوس که 500 هزار سال هست در این کره زمین، قبل خیلی قبل از ما انسان‌ها بوده است، در وجود او چه چیزی آفریده است. متنبع‌ترین جاندار در جهان همین سوسکار است. بیش از میلیون ها نوع دارند. خب این اگر کسی بفهمد عظمت الهی، میگن اگر اینها رو بردارید اصلا حیات کره زمین دچار اختلال میشود. دانشمندان میگن حال بیان بگیم که اینها بد هست. یا همه حیوانات دیگر که ما آنها رو پست میدانیم، خر و الاغ و گاو و نمیدانم مثلا سر و اینها، در عرفان ما موجود پست نداریم اصلا. همه اینها آفریده خداوندند و محترمند و بایستی به همه احترام گذاشت. به حیوانات باید احترام گذاشت، به بشر باید احترام گذاشت، به جمادات، به نباتات، به همه چیز باید احترام گذاشت. در عرفان میگوید با همه در صلح باشید. صلح کلی یعنی نه حق داری به طبیعت آسیب برسانی، نه حق داری به گیاهان آسیب برسانی، نه حق داری این کوه‌ها رو خراب کنی، نه حق داری که حیوانات رو اذیت کنی. با تعامل مناسب با اینها زندگی کن. در صلح کلی باید زندگی کنن. این قصه عرفان است، راه عرفان است. در سراپردی قدم قدم بر بساط فضل نهند. بساط فضل الهی یعنی خداوند بساط، بساط یعنی یک چیزی که باز کردن و میگن همه بیاید. خداوند فضل خود را باز کرده است، سفره فضل خود را باز کرده است، گشوده است و به همه میگوید بیایید. از کأس محبت شراب الفت چشیده، از کاسه محبت و عشق الهی شراب الفت و مهربانی چشیده است. لعیلاف قریش ایلاف هم رهلتش شدارسته. قرآن در جایی که با قریش بیشترین جنگ ها رو دارد میفرمد لعیلاف قریش، ایلاف هم رهلتش شدارسته. این تعلیف، این الفت یعنی حتی با دشمنان، با صنادید قریش، با کافران قریش که غالبا کافر بودن، به اینها هم میگه لعیلاف قریش، برای ایلاف، الفت یافتن، مهربانی. حتی به این قریش هم نیکی کن. شراب الفت چشیده و شخص دولت ایشان سر به ثریا کشیده. ثریا هم عقد ثریاست که در آسمان است. و قلم و لوح این رقم به روزگار ایشان زده.
لوح و قلم هم راجبش قبلا سخن گفته ایم، لوح اعلا، قلم اعلا، اینها همه لوح محفوظ و مباحثی که هست اینها رو قبلا بحث کردیم. ان الابرار لفی نعیم، همانا ابرار و نیکوکاران، بر جمعش می شود ابرار. ان الابرار لفی نعیم، البته فی نعیم در نعمت ها هستن. نفهمون لفی نعمه، نعیم، نعیم جمع نعمت است. علاوه اینکه نعیم جمع نعمت است، از اسماء حق تعالی هم هست. یکی از نام های خداوند نعیم است. نعیم یعنی کسی که بسیار بسیار نعمت میبخشد و همیشه نعمت میبخشد، هم کثرت دارد، هم وسعت دارد، هم متواصل است، دائم متواصلن مترادفن این نعمت رو خدا من میفرستد، هم فراوان میفرستد. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم، آنجا هم ادامهش هم این رو میفرماید. در آن برگزیدن کس را بر من اعتراضی نی، کسی نمیتواند اعتراض کند که چرا به اون نعمت دادی من ندادی، ربطی نداره. کسی دارد، یک کسی هست خیلی پول داره، در راه که می رویم همه محتاجن، ده نفر را می گه تو بیا، بهش مثلا 10 تا سکه طلا می دهد، به من نمی دهد، من را نگاه می کنه، می بیاد مثلا تو بیا، مثلا 10 تا سکه طلا هم به اون می دهد، 10 نفر را بر می گذیم، 14 نفر را بر می گذیم، بعد من می توانم اعتراض کنم چرا به من ندادی؟ بگه مال خودمه، خودم خواستم، اختیار مالم رو دارم یا ندارم؟ بله. ندادم یعنی چه؟ این رو انسان احمق نادان این رو ظلم محسوب میکنه، چرا به او دادی به من ندادی؟ اصلا تو چه داشتی که انتظار داری به تو بدهد؟ چه حقانیتی در تو ایجاد شده است؟ از کجا این حقانیت رو برای خود قائلی که اگر به او داد به تو هم بدهد؟ چه چیز تو را محق کرده است که مورد عطای الهی واقع شده؟ جز کرم او، جز لطف او، جز فضل و فیض امین او. فقط عادت کرده ایم بدون استحقاق بخشیده، ما عادت کرده ایم. چرا نمیدهد خدا را؟ دلش میخواهد ندهد. میخواهی چه کنی؟ چرا به همه این هم میدهد به من نمیدهد؟ خب دلش میخواهد ندهد. میخواهی چه کنی؟ برو سرتو بزن به دیوار. چه کاری از حسد برمی آید؟ قادر علی اطلاق اوست. می توانم بگویم او ظلم می کند، به او می دهد؟ نه، اگر من آن چیز را که داشتم از من بگیرد ظلم است، ولی من چیزی که ندارم، من وجود نداشتم، اگر نمی داد چه می کردم؟ هیچ. الان هر چه من لطف و فضل و عنایت کرده است، نمیداد چه میشد؟ هیچ اتفاقی نمیافتاد، به خیلی ها نداده است. توقع چیه؟ این بشر پر روی متوقع مانند کسی که میآید به او میگوید که چرا به او داری به منم بده؟ به تو چه مربوطه؟ من ندادم، دلم خواست به تو ندادم. خیلی روشن نیست؟ در این حال که بدون استحقاق هم داده، بدون اینکه ما استحقاقی داشته باشیم، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف او ناگفته ما میشون، ما نمیگفتیم ولی او میشنید. چقدر این انسان های بدبخت متوقعن، توقع دارن از خدا که همه چی بهشان بده، بد داده، 50 سال او داده، یک بار نداده، این سر و صدایش در می آید. این انسان ظلوم جهود و بیشعور، بیاندیشه، 40 سال داده، 30 سال داده، شکر نکرده، اکنون که یک بار نداده شکوه به آسمان بر، خدای این چه خداییست، بیا پایین ما بریم به جای تو. این چه طرز تفکریست، این چه طرز اندیشه ایست که این بشر ظلوم جهود و بیشعور داره، این انسان بیشمور داره.
خواسته میدهد، نخواست نمیدهد. در آن برگزیدن کس را بر من اعتراضی نیست. اینکه کس را برگزیند بگم خدایا چرا حضرت رسول را برگزیدی برای خدا، چرا مرا برنگزیدی، این اعتراضی تو کنن. الله ها اعلم و حیث و یعجل و رسالت ها، به تو چه ربطی داره، به من چه ربطی داره؟ آن قادر مطلق حی متعال خواسته چنین کنن. حدود 20 سال پیش بود شبکه سهن یک برنامه داشت، من از اون وقت یادم موند، هی میپرسید، خبرنگار رفته بود، یه خبرنگار گیجی بود خلاص رفته بود وسط، نمیدونم مثلا وسط تابستان بود، برف آمده بود، همه هم شال و کلاه کرده بودن. بعد این خبرنگار میرفت از همین، خب حالا نظرتون چیه راجع به این برفی که اومده مثلا در اول مثلا گویا خرداد بود، مثلا اواسط خرداد، نظرتون چیه؟ یکی میگفت والا نه چرا اینجوریه، چرا مثلا ای کاش مثلا ما سردمون شد بچه ها سر ما خورد. یه کسی رو بود، یه پیرمردی بود بوده 70 سال، این میکروفون رو گرفت جلوی او، بعد گفت که از میلوچیده ازی بیدر، ملک خودش به خودش میدونه، به من چه ربطی، من کیم؟ ملک اگه زمین از آن من بود میگفتم آقا الان چه وقته مثلا بهار، الان چه وقته باده، الان چه وقته آفتابه، ملک خودش، دارایی خودش، ملکیتش هم مال خودش، ملکیتش هم مال خودش، به من چه ربطی داره که بیام برای خدا تعیین کنم خدایا چرا اینجوری، مثلا این رعد و برق چی بود، این زلزله چی بود، به تو چه ربطی داره؟ اگه زمین تو بود بسیار خوب، اگه میتونی جلوشو بگیر، معلومه که تو تسلط نداری، تو سلطه نداری، نمیتوانی، تو مال تو نیست، به دست تو نیست کارها، به یدهی ملکوت و کل شهر، به دست اوست ملکوت همه چیزها، به من ربطی نداره. این انسان ظلوم جهول بیشعور هی میآید هی به خدا خورده میگیره، ایراد میگیره، خود چه بچی داره؟ سهراب زبهری میگوید کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم. ما میبایست که در افسون گل سرخ شناور باشیم، وگرنه ما که نمیتوانیم شناسایی راز گل سرخ رو شناسایی کنیم. او فهمیده این مسئله. در آن برگزیدن کس را بر من اعتراضی نیست. میخوانم دوباره توضیح میدم، خیلی مسئله مهم نیست. در آن برگزیدن کس را بر من، کسی را برگزیند علیه من، بالای من برگزیند، اعتراضی نیست. آن را که خواهم بردارم و آن را که خواهم فرو گذارم. یکی رو میبرم در ملأ اعلی میکنم، یوسفش، عیسایش میکنم، یکی رو هم میذارم در قعر دوزخ بماند، قارونش میکنم، فرعونش میکنم. اعتراض دارید؟ بسم الله. آن را که خواهم بردارم خیلی زیباست، و آن را که خواهم فرو گذارم. تا نهاد یکی را عیبه عیب گردانیم، عیبه یعنی کیسه هایی که در آن میگه عیبه، خیلی زیباست، عیبه یعنی کیسه هایی که میدوختن در معنی کیسه های خانگی که میدوختن درش یه چیزهایی، میگه درونش چی؟ همش عیبه است. و سرمه بیخبری در دیده عیبه کشیم،
سرمه معمولا برای باخبری است، ولی ما سرمه میکشیم که بی خبر شد، اصلا متوجه نشد. تا اثر کسل از شرابخانه ابلیس علیه لعنه می نوشد که و این الفجار لفی جهیم و همانا فجار اهل فجور لفی جهیم، در جهیم هم، در دوزخ هم، در جهنم هم. اثر کسل خیلی زیباست، اثری که کسالت می آورد، اثر معمولا کسالت رو از انسان برمی دارد، ولی می گوید که اثر کسل از شرابخانه ابلیس علیه اللعنه می نوشد. اثر می نوشد، شهد می نوشد، اما اثر کسالت. این من فجاره لفی جهیم، یعنی قرآن میگوید ابرار به تعیین ابرار به عهده خداست و تعیین فجار هم به عهده خداست. اما خطبابی که طالبان شریعت و سالکان طریقت را باشد، هیچ شبی از ایشان گرد آن نگردد، چون خطباب اصلی نه وصلی از عالم غیب نه از عالم غیب. خب میگه هیچ شبی از ایشان گرد آن نگردد، یعنی خطباب که میشود طالبان شریعت، سالکان طریقت الهی، سالکان طریقت عشق، اینها هیچ شبی نمی آید و نمی رود که خطباب در آنجا اصل نباشد برایشان. یعنی اصل به این است که کسانی که سالکان طریق الوهیتند، اینها همیشه خطباب شود، درهای خاصی هر شب بر روی اینها گشوده می شود. نه مانند آن گاو که چش هزار سر هست که هیچ دری از غیب بر روی او گشوده نشده است و دری از یقین بر روی آنها گشوده نشده است. اهل عرفان می دانند هر شب ده ها در بر روی او باز می شود. اهل عرفان اینها رو می فهمند، اهل ظاهر از اینها بی خبرند. قرار هم نیست اهل ظاهر همه را بفهمند. اهل ظاهر باید در خورخور خوابشان باشند. آن زمان که عاشقان الهی دریاهای عشق الهی رو در می نوردن و آفتابهای عشق الوهیت رو بر جان خویش می تابانن، این بدبخت ها در خوابند و خورناس می کشن. آنجایی که مردان رحمانی، زنان آستان الهی در نمازهای شب با خداوند در راز و نیازند، بقیه در کسل خواب گرفتارن و بیچارن، اینها مردن و از دولت الوهیت بی‌بهرن. خطبابی که طالبان شریعت و سالکان طریقت را باشد، هیچ شبی از ایشان گردان نگردد، چون خطباب اصلی نه وصلی از عالم غیب. این خطباب اصلی چیست؟ وصل است از عالم غیب، نه اینکه او می رود بلکه او متصل می شود. اصل عرفان هم همین است، من نیستم که می رود، اوست که می آید. جلسه قبل گفتیم بیا، رادیو بیا سخن گفتیم، فرصت نشد رادیو بیا سخن بگوییم. یعنی بیا یعنی تو بیا، معشوق است که همیشه میآید، قرار نیست ما برویم، فقط ما دلمان را صاف کنیم، آینه دلمان را منزه و پاکیزه بگردم، او میآید. هی میپرسن که ما پیر طریقت و مرشد و آن راهدان را از کجا بیابیم؟ هفته ای حداقل 10 بار از من این سوال پرسیده میشود. به همه عرض میکنم که شما خودت را آماده کن، قلبت را پاک کن، او خود خواهد آمد. قرار نیست شما برید جایی مثلا به دنبال مثلا پیر باشید، او خود خواهد آمد اگر شما رو مستحق ببیند، اگر شما رو لایق آمدن ببیند خواهد آمد. اگر نمیاید هنوز آن لیاقت خاص رو پیدا نکردید.
از عالم غیب، نه از عالم غیب، عالم غیب و غیب خیلی، غیب یعنی شک. مولانا به یقین خیلی اهمیت میده و کاری که با فلاسفه میکند به خاطر این است که میگوید ای فلاسفه بدبخت، ای فیلسوفان بدبخت، ای متکلمین بدبخت، عمرتان را گذاشتید برای اثبات وجود خدا، آخرش هم نمیدانید که خدا ثابت شد یا نشد، چون میخواهید با عقول ناقص خودتان به سمت خدا بروید، بنابراین راه به جایی نمیبرید. از عقل که بگذرید با عشق به خدا میتوان رسید، با عقل که نمیتوان، با بصیرت هم نمیتوان به خدا رسید. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، او ابصار با بصیرت هم نمیشد خدا رو به من بصیرت بده من تو را ببینم، لا یدرک الابصار، او ادراک، او به سراغ بصر بصیرت ها می آید، او بصیر می کند. ریب بدترین چیزیست که مولانا در راه عرفان از آن نام می برد، یعنی شک، انسان شک کند، همیشه در شک باشد، یکی دو بار، ده بار، صد بار اشکالی ندارد، ولی اینکه انسان همیشه در شک باشد این اشکال دارد. از نزد عالم الغیب به صادقی یا به عاشقی رسد از غیب، از نزد کسی که عالم غیب است به صادق یا به عاشقی از غیب میرسد. به هم میگن فتوحات، فتوحات یعنی همین آنچه که از معشوق به عاشق میرسد، بهش میگن فتوحات، گشایش ها، که شرح زیباتر فتوحات رو در فتوحات مکیه، در مکه آن فتوحات بر ابن عربی واقع شده است، در چند ماهی که در مکه بوده است آنها رو شرحش آورده است. در فرق باید که راست رود تا خود را از این دریای بی پایان این نفس تدرار خودپرست و این هوای قدار منگوی که او فرعون بی فر و اون است که انا ربکم الاعلا میگوید و از آهنگ نهنگ نفس بگریزد. خب میگه آن امداد الهی باید به انسان برسد و باید که راست رود، این بایستی مثل تیر مستقیم و راست برود تا خود را از این دریای بی پایان این نفس تدرار خود پرست و این هوای قدار منگوی برهانند. ما در دریای نفس تدرار، یعنی دزد، تدرار دزدی که می آید و یک دفعه می برد بدون اینکه انسان متوجه شود، جیب‌برها رو تدرار میگن، یعنی میاد یه جوری از شما میدوزد که شما اصلا متوجه نمیشوید. نفس کارش تدراریست، یعنی چه میکنن؟ میآید نقشه میکشد، چنان از شما میرباید ایمانتان را، یقینتان را، که شما اصلا متوجه نمیشوید. من دوستی داشتم در جنگ تحمیلی شهید شد، بسیار آدم جالب بود، هر سال میآمد، شهید قائمیه، خدا رحمتش کنه، می آمد هر سال می گفت که آمدم حمد و سوره هم را بگویم. هر سال می آمد می نشستیم، می گفت من اعتقادم این است و این است و این است و این است، یکی کمه را چک می کرد هر سال، بعد سال دیگر و سال دیگر ما خودمون رها کردیم، برای از رها کردیم، توجهی نمی کنیم. این نفس تدرار می آید چنان می برد ایمان آدم و آدم خبردار نمی شود، مثل کسی که جیبش را می زند بعد آدم می رود خانه، بعد از ده روز متوجه می شود که دزدیده اند. ما هم در مرگ متوجه می شود که ایمان ما را دزدیده بودند و خبر نداشت. و این هوای قدار منگوی، این هوا و هوس که هست، هی می گه من که او فرعون بی فر و اون است. فرعون رو ببینید چقدر زیبا، فرعون رو فر و اون،
فرد یعنی شکوه، اون یعنی یاور. فرعون رو جدا کرده چقدر زیباست. فرعون بی فرعون است که انا ربکم الاعلا. فرعون آمد گفت که انا من ربکم الاعلا، من رب اعلای شما. حالا نگفت مثلا رب کومن مثلا از عرب مثلا یه رب کوچک شما هستم، گفت رب به شما هستم اونم اعلا بالاترین رب به شما هستم. و از آهنگ نهنگ نفس بگریزد. ما این نفس رو یه مثلا یه چیز خیلی کوچک میدونیم، هر وقت خواستیم مثلا میتونیم بزنیم تو سرش. نه، نفس نهنگ هست، نفس اجده هاست، نفس هر چیزی را که شما گمان ببرید آنقدر کار سخت است. و در حبل متین آویزد، حبل الله متین، در ریسمان مستحکم الهی بیاویزد که بعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اعتصام کنید به حبل الهی و این کلمه را ورد خود سازد و از گفته من خود را عنوان نسازد که فذلک حرمان. نگه که خب حالا که اینجوری که شما گفتی این حرمانه، ما دیگه چیکار کنیم؟ آیه قرآن از فذلک حرمان. این محرومیت نیست، یعنی ما میبایست خود رو در معرض لطف الهی قرار دهیم، بر جریده جریمه خود کشد. جریمه یعنی جرمها، جریمه آنچه که از جرم میآید، یعنی جرمی مرتکب شده که جریمه آن هست. جریده یعنی نامه نوشته، جرمها و جرائم انسان رو بر روی جریده ها و بر روی نامه ها می نویسند. بر جریده جریده جریمه خود کشد و آن رقم این آیت که فخسف نابهی و بداره الارض، اهل دنیا آورد و هوا در هاویه زند تا جماعت از ایشان در هوای بود افتادند. از بیباکی و ناپاکی حلال و پاک بگذاشتند، مشغول جام و جامه و غلام و حطام و مرکب و ستام شدند و به چربی لقمه و بزرگی طعمه لذت ساختند تا خود را در آتش دوزخ انداختند و حطب جهنم شدند. آیه فخسفنا در مورد قارون است. فخسفنا پس فرو بردیم بهی، فخسفناهو یعنی فرو بردیم او را و بدارهی و خانهش را و قصرش را. الارض همه قارون که در زمان حضرت موسی بود همه خانهش قصرش و هر چیزش را فرو بردیم. و هوا در حاویه زند، حاویه و ما ادراک حاویه، حاویه یعنی اون آتش نارون، حامیه نار و آتش خیلی سنگی رو حاویه میگنن و هوا میزند. آدم به بیاید و آتش رو فوت کنه چه میشود؟ میگه ما میاییم هوای نفسمان رو، چقدر زیبا با هم تمثیل کرده، تمثیل شاعرانه، هوای نفسمان رو هی میدنیم بر این حاویه، دوزخ خود را گرمتر میکنیم. انسان به آتش بدمد آتش شعله ورتر میشود. میگه هوای نفس رو در حاویه میزنن، در آن جهنم بسیار سوزاننده و سوزنده میزنن. از بیباکی و ناپاکی حلال و پاک بگذاشت، حلال و حرام رها میکنه. بابا همه الان دارن حرام میخورن، من هم یکی از این، هر جور که به دست بیاد این کار رو میکنن. مشغول جام میشود، مشغول جامه میشود، لباس میشود، غلام و حتام، حتام لوازم بیارزش دنیوی و مرکب و ستام شدن. مرکب قبلا مثلا این اسب و قاطر و اینها بود، الان این ماشین ها و سواری های پیش رفته. ستام هم یعنی لگام و اینکه لگام اسب من چیست و رکابش چگونه هست، آن چیزی، آن زینی که بر روی اسب می‌انداختن. و به چربی لقمه، ببین چه لقمه‌های پرچرب می‌خورن، بزرگی توبه لذت ساختن تا خود را در آتش دوزخ انداختن و حطب جهنم شد. و هو حطب جهنم. قرآن این ترجمه آیات قرآن است
که اینها آمدن، اینها حتی سوخت جهنم شدن. اولئک که کل انعام بل هم ازن، آنان مانند چارپایانند. انعام گاو و خر و استر و شتر اینها هست و گوسفند اینها هم انعام محسوب می شود. بل هم ازل، بلکه آنان گمراه‌ترند. چرا؟ یک گاو واقعاً دارد به بشر منفعت می‌رساند. گوشتش قابل خوردن است، پوستش رو استفاده می‌کنند، استخوان‌هایش رو استفاده می‌کنند، کله‌اش رو می‌خورند، همه جایش به درد می‌خورند. این انسان فقط می‌آید ضرر می‌زند به محیط زیست، ضرر می‌زند به انسان‌های دیگر و آخرش هم بعدش می‌میرد، داخل خاک میگذارن تا عفونتش بیرون نزنن. و ثوابون علیهم، مساویست بر ایشان. انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ادامه همان یوقنون هست که ای رسول اینها رو ناراحت نباش، ثوابون علیهم، برای اینها مساویست. انذرتهم، یا اینها رو انذار کنی، از کار بدشان انذار کنی، بترسانی. ام لم تنذرهم، یا اینکه اینها رو نترسانی، به ترسانی یا نترسانی، لا یؤمنون، اینها ایمان نخواهند دارد، فایده نداره. لا جرم در عالم قیامت ورد ایشان این باشد که یا لیتنی کنتو ترابن. در عالم قیامت میگویند که یا لیتنی، ای کاش کنتو ترابن، ای کاش مادرم مرا از نزاده بود. وقتی آن حجمه ها و آن سیل آتش رو و آن عظمت ها رو میبینن، میبینن که خود چیزی برای دخل و خرج نیاوردن، دستشان خالی نیست، جز آرزوهای طولانی چیزی در دستشان نیست و در دستشان جز باد هوا و هوس چیز دیگری نیست. آن وقت هست که میگوین یا لیتنی کنتو ترابا، ای کاش، آیات قرآن است، ای کاش من تراب بوده، ای کاش خاک بوده. و جماعتی از معاصی روی گردانیدن، عده ای از معصیت ها روی گردانیدن و دنیا را رد کردن، با خلق انس گرفتن، نه برای خدا، برای آنکه ایشان را عابد و زاهد خوانند. یک عده هم میگوید که اینها گناه نکردن در این دنیا، خیلی زیباست، اینها بفهمند، از معاصی روی گردانیدن، گناه نکردن، دنیا رو هم رد کردن. خب ما حالا میگیم این خیلی آدم خوبیه، دنیا رو رد کرده، با خلق انس گرفتن، با مردم مانوس شدن، نه برای خدا. خیلی زیبا، اگر با خلق انس میگیریم فقط برای خدا باید باشه، به خاطر خدا هست که باید با خلق همراه باشیم، مانوس باشیم، نه برای خدا، برای آنکه ایشان رو عابد و زاهد خوانن. اینها دیدن که مردم اینها رو خیلی دوست میدارن، با مردم اونس گرفتن تا بگن شما چه آدم های خوبی هستید، شما چقدر زاهدید، چقدر عابدید. اینها باز نفسشان آنجا فربه بشند. ایشان از صدق این حدیث بیخبرند، با نفاق آشنا گشته اند. این چون این سالوسی را از بحر جاه دنیا چه آیند. اینها این که بگن فلانی خیلی آدم خوبیست، آدم بزرگیست، این عارف بزرگیست، به خاطر این کارها، اگر کارهایی میکنن، همه هوا ان منصورا، هوا ان منبسطا هست، همه حطب جهنم است، همه آتش دوزخ است. لااقل کسی که با دنیا همراه است میگه خب من اهل دنیا هستم، میره و در این دنیا کیفش را هم میکنن. من کسی را دیدم، خیلی آدم پولداری بود، میگفت ببین من دنیا رو برگزیدم، در میان دنیا و آخرت من دنیا رو برگزیدم، همه سال اینقدر پول دارم، با ظلم و با همه چی به دست آوردم، پول دارم، همه همش تا سفرم این اونور هستم و خوش میگذرانم. بوده 60 سالش بود، گفت من انتخاب کردم، گفتم تو با لک خوش آب حالت، تو واقعا انتخاب کردی، بدبخت من که نه دنیا دارم، نه آخرت دارم، بدبخت منم که خسرت دنیا و آخرت هستم. دنیا رو به خاطر اینکه به خدا برسم رها کردم، آخرت هم که ندارم. این خسران عظیمی دیگه.
مولانا میخواهد این رو به ما اطمینان بدهد. این سالوس، این ریاکاری ها برای چیست؟ فن مسئله او که مسئله کلب، مثال او مانند مثال کلب است. ای یل هست، این تطرک و یل هست و این جاه و یل هست. در آیه قرآن هست که مثال او مثال سگ است. اگه به طرف او بروی پارس می کند، اگه از او دور شوی هم پارس می کند. انسان می ماند که بسید چه کند. اگر به طرف دنیا بروی پارس خواهد کرد، علیه هت اقدام خواهد. اگر از او دور شوی باز پارس خواهد کرد. دنیا کارش این است، غدار است، مکار است، تجار است. ایمان انسان رو در یک طرفت و بین در یک چشم به هم دادن می گیرد، به راحتی هم می گیرد. نه ایمان ما که خیلی ضعیف است، اصلا اونجا لازم نیست کاری هم بکنن، خود به خود از دست رفته است. ایمان بزرگان رو آنچنان گرفته است، با خلق انس گرفتن، نه برای خدا، برای آنکه ایشان رو عابد ظاهر کنن. و مثله که مثل الکلب، تا به فروغ دروغ ایشان مغرور شدند و بر هوای نفس رفتند. عده ای هستند دورشان، چند نفر رو جمع کردند. اینها میگن تو آدم خیلی بزرگی هستی. من خواهش میکنم، من خیلی بعد افسوس که هیچ کس به بزرگی من نیست. ای جمع میشوند این رو بزرگش میکنن. این بدبخت بیچاره هم باور میکنند، آن دور و بریاش هم باور میکنند که این آدمی است. در قرآن هست، اشاره هست به این. بعدش که روز قیامت میشود میگه خب برو بخوان. تو میگفتی این عارف واسط است، این چیست؟ نگرد چرا دوره ای را گرفت؟ چرا با او همراهی کردید؟ چرا دروغهایش را باور کردید؟ چرا او را نسنجیدید؟ اینها رو خواهند گفت، اما کار از کار گذاشته است. بر هوای نفس رفتن، نه بر درس شرع. و من سن نسلتا سیئم علهو بزرها، و بزر من عمل بها. هر کس سنت از پیامبر، از هر کس سنت بدی را گذاشت، هر کس نهاده بدی را قرار داد، کار بدی را باب کرد، سنت کرد، بزر آن هرچه می آید به گردن اوست. کسی می آید یک قمارخانه تأسیس می کنند، تا عمرش را کرده رفته، ولی آنچه از آن می آید به او خواهد رسید. ولد ناساله تربیت کرد، فرزند بد تربیت کرد، انداخت در جان این جامعه، مرد خودش. خب آن کودک بی تربیت هرچی که هست می آید و آثار متأخر دیگه می فرستد. لعنت و عذاب است که می فرستد. فلهو بزرها، و بزر من عمل به ها، و بزر هر کس که بان عمل کنه. هر کس آن سنت رو قرار داد و هر کس که آن سنت بد رو عمل کرد، در قیامت همه مطیع آن را ثواب جزا باشد. و او در وحل، وحل یعنی گرداب، گرفتاری. ظلماتون بعضها فوق بعض، ظلمت هایی هستن که بعضی از آنها بالای بعضی از آن هستن. این ظلمت فوق ظلمت، تاریکی فوق تاریکی. بماند نه در دنیا کامی داشته و نه در عقبا کام داشته، گام داشته. حال بگید نه در دنیا گامی داشته و نه در عقبا کام داشته. او در آنجا نه قدمی بر نداشته و کامی هم بر نداشته. نه دنیا دارد نه آخرت دارد. این بدبخت است. خوشا به حال کسی که فقط دنیا رو دارد لااقل، اگر آخرت رو ندارد. این مفلسان در عقب مخلصان می آید و همی گویند که انظرونا نقتب اسم نور. آیه قرآنه. این مفلسان که چیزی ندارن می آیند می گویند که انظرونا، به ما بنگرید، نقتب اسم نور. وقتی اینها رو می کنن می گن ما از نور شما اقتباس کنیم، از نور شما، از نور بچه شما بگیریم. مؤمنان انقدر نورانی هستن که اینها می افتن دنبالشن. این فقرا می گن لطفاً به ما هم نگاه کنید، نظر لطفاً به ما داشته باش. انظرونا نقتب اسم نورکم، جواب می آید قیلن چه اون وراقکم تلتم اسم نور. قیلن گفته می شود
ارجعو براقتون، برگردید پشت سرتان، فرتمس و نورن، نور را از پشت سرتان بخواه، از آن جایی که آمده اید نور را بخواه. سخن عجیب است. آن قوم خودپرستانند، آنها خودپرست بودند، به جای خدا پرستی خود را پرستش میکردند، خود را عبودیت میکردند، آنها که من میگفتند. تا قرآن کریم بر سید طریقت و مفتی شریعت گوید افرأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله، آیا دیدی ای رسول من اتخذ الهه هوا، الهش را هوای نفس خود گرفت، خدایش را هوای نفس خود گرفت، و اضله الله و خداوند او را گمراه کرد. یک جماعتی دیگر که عقل آن جهانی داشتند در عوض آنها چنین هستند، یه دهل دنیا هستند، نه اهل دنیا هستند نه اهل آخرت هستند، در دنیا بدی کشیدند، زج کشیدند، ولی چون وسیلت نداشتند و اعتبار نداشتند از آن جهت به خاطر ریا این کار را رو کردند، بی نصیب ماندند. یک جماعتی دیگر که عقل آن جهانی داشتند و بوی اخلاص به مشام ایشان رسیده بود، به باب مخلص بودند، قدم بر هوای نقد نهادند و نفس شوم را قهر کردند، طمع آن را به خاطر آخرت آمدند و نفس شوم بدبخت کننده را رها کردند، با او در جنگ و قهر و غلبه در آمدند، با نفس خود مبارزه کردند. ساده تا نفس ایشان به هوای ابد رسد، تا نفس ایشان به هوای ابد رسد، با نفسشان مبارزه کردن تا نفسشان به هوای ابدی متصل شود و فردوس اعلا مطلب ایشان گردد. فردوس اعلا، آن بهشت اعلا مطلب ایشان است و این بشارت از قرآن کریم که به سمع جمع رسیده بود و فیها ما تشتهی الانفس و در آن هست هرچه که نفس ها بخواهند در آنجا هست و هرچی که بخواهند. این گروه از هوای نفس گذشتند، اما میراث ابلهی بردند. میگه میراث ابلهی آدم میبرند. مولانا به احمق را به ابله جدا میکنند. احمق کسی است که از ابلش استفاده نکند، ابله کسی است که ساده لوح است، ساده است، هرچی پیغمبر فرمود سریع چون ساده است قبول کرد، پذیرفت. میراث ابلهی بردن که صدر نبوت خبر کرده است که اکثر اهل جنه البوله، اکثر اهل بهشت ابلهان هستند. خدایا ما را ابله گردان. باز جماعتی قدم بر هوای نفس نهادند و دنیا و لذت دنیا را پشت پای زدند و عقبا را به آن که خلعت بقا داشت پشت دست زدند، هم به دنیا پشت پا زدن و به عقبا و به آخرت هم پشت دست زدن، یعنی نه اسیر دنیا شدن نه اسیر آخرت شدن. از صورت دعوی در حقیقت معنی آویختن، یعنی از صورت ادعای ظاهری یه عده بودن اصلا دنیا رو داشتن آخرت نداشتن، یه عده دنیا رو رها کردن به سمت آخرت رفتن، یه سری هر دو تاش رو رها کردن، هم دنیا رو و هم آخرت رو. اینها دیگه مقام خاص و خواست است. از صورت دعوی در حقیقت معنی آویختن و این طایفه سالکان طریقت و طالبان عین حق هم، طالبان چشمه حقیقت هم، تعالا و تقدس که در انوار الله افتادن، اینها در انوار الله افتادن، هر جا میره من نور الهی بر ایشان فرو می آید. گاه هست از جمال احدیت شدن، گاهی هست شدن بقا بالله شدن، گاه هست از جمال احدیت شدن و گاه نیست کمال صمدیت گشتن، و گاهی کمال صمدیت موجب نیست عدمشان شد. صمد یعنی چی؟ مشهور است یعنی بی نیاز، یعنی خدا از خلقش بی نیاز است، هیچ نیازی نداره. در نیست هست و در هست نیست لطف و قهر بماندن.
هستی نیست نما و نیستی هست ما. در لطف و قهر ماندن، لطف می کرد خدا هست می شدن، قهر می کرد نیست می شدن. این طایفه انبیاء هم صلوات الله علیه اجمعین و السلام علیه.